به نام خداوند بخشنده و مهربان با سلام خدمت تمام شاگردان خوب و عزیز امروز باز هم با یکی دیگر از درس بیولوژی صنف هفتم در خدمت شما هستیم ما یک فصل دیگر از کتاب را با هم دیگر خلاص کردیم و رسیدیم مثل همیشه به خلاصه فصل و سوالات فصل اول میایم با هم دیگر نکاتی که در خلاصه فصل آمده را یک بار با هم مرور میکنیم و بعد از اون میریم که سوالات فصل را با هم دیگر جواب بدیم خب اولین نکته در خلاصه فصل هفتم در مورد اکولوژی است. اکولوژی در عنوان همین فصل از کتاب ما بود. اکولوژی مطالعه ارتباط بین موجودات زنده و محیط زیستشان است. یعنی در از اکولوژی همو علمی است که میآید ارتباطی که بین تمام موجودات زنده و محیط وجود داره او را مطالعه می‌کند. و مجموعه موجودات زنده و غیر زنده یک محیط که با هم در ارتباطن اکوسیستم میگویند. پس اکوسیستم گفتیم چی بود؟ تمام موجودات زنده و غیر زنده ای که در یک محیط وجود داشتن. مثل همین حیواناتی که در یک محیط وجود داشت، نباتاتی که وجود داشتن و عواملی مثل آب و باد و خاک و آفتابی که در یک محیط وجود داشت با تمام و تمام اینها ما میگفتیم یک اکوسیستم. و اکوسیستم از نگاه محیط زیست و دو قسمت هست. خب، کدام دو قسمت بیایم اینها را با همدیگر ببینیم. الف یا قسمت اول اکوسیستم خشک است یعنی همون جنگل ها و صحرا هایی که انواع مختلف موجودات زنده و غیر زنده در اون وجود دارن شامل اکوسیستم خشکه است و به اکوسیستم آبی مانند آب ایستاده جهیل دریا بحر و غیره که اکوسیستم آبی بیشتر همون جهیل ها و دریاها و محیط های آبی را برای ما نشان میده عوامل یک اکوسیستم به دو قسم هست یعنی تمام عواملی که در یک اکوسیستم یا یک محیط وجود دارن الف عوامل فیزیکی یا غیر زنده مثل نور آب خاک حرارت هوا که گفتیم اینها عواملی هستند که بالای موجودات زنده و فعالیت تاثیر بسیار مهم دارند و عوامل بیولوژیکی یا زنده یعنی تمام موجودات زنده یعنی همون حیوانات و نباتاتی که در یک اکوسیستم وجود دارند نباتات سبز یا تولید کنندگان انرژی نوری را به انرژی کیمیاوی مبدل می سازن. ما گفتیم که در بین نباتات یا در بین موجودات زندهی که در یک اکوسیستم قرار دارند چند بخش وجود دارد. یک بخش تولید کنندگان بود، یک بخش مصرف کنندگان بود و یک بخش دیگر تجزیه کنندگان بود. تولید کنندگان که در از منظور همون نباتات هست یا یعنی انرژی نوری. یعنی کدام انرژی؟ همون انرژی که از نور آفتاب می گیرن. را به انرژی کیمیاوی یا همون انرژی که توسط نبات قابل مصرف، قابل استفاده باشه تبدیل می کنند. حیوانات مصرف کننده و سنوان، یعنی همون حیوانت که می از نباتات تغذیه می کنند، مصرف کنندگان اولی یا علفخاران مثل همین گوسفند یک نمونه از علفخاران یا مصرف کنندگان اولی هست مصرف کنندگان دومی یا گوشتخاران وقتی میگیم مصرف کنندگان دومی منظور ما من چی بود؟ گفتیم بعضی از حیوانات وحشی گوشتخار هستن سایر حیواناتی که از خودشان کوچکتر باشه و را شکار میکردن پس اینها میشن در دسته مصرف کنندگان دومی یعنی همون مصرف کننده ای که از نباتات تغذیه کرده بودن را استفاده میکنن به عنوان غذا و مصرف کنندگان سومی یا همه چیز خاران. مصرف کنندگانی که هم گوشت خار هستن هم علف خار هستن هم از نباتات تغذیه میکنن هم از سایر حیوانات و نکته آخر در مورد بخش دیگری از عوامل زنده بود یا همون تجزیه کنندگان که تجزیه کنندگان از عوامل زنده اکوسیستمن که مواد عضوی را تجزیه میکنن منظور از مواد عضوی هم و باقی مانده سایر نباتاتی هست که اونها فرسوده شدن از بین رفتن فاسد شدن اونها را تجزیه میکنن ازشان تقضیه میکنن و میرسیم به سوالات فصل هفتم حالا بیاییم ببینیم که در سوالات فصل کدام چیزها از ما پرسیده شده سوال اول برای ما که کلمات ذیل را تعریف نمایید خب الف اکولوژی. اکولوژی را ما در خلاصه فصل هم گفتیم گفتیم اکولوژی در اصل مطالعه ارتباط بین موجودات زنده و محیط زیستشان هست یعنی میای تمام فعالیت هایی که مربوط به موجودات زنده هست و اینکه این فعالیت ها چه ربطی با محیط زیستشان داره تمام اینها را تعریف میکنه تمام اینها را بیان میکنه و بررسی کنه به اکوسیستم اکوسیستم چی بود گفته مجموعه تمام موجودات زنده و غیر زنده ای که در یک محیط وجود داره را به نام اکوسیستم یاد میکنن مثل همین حیوانات و نباتاتی که نام بردیم با آب و باد و خاک و نور آفتابی که در یک محیط وجود داره تمام اینها شامل اکوسیستم هست جی تولید کنندگان تولید کنندگان به او دسته ای از موجودات زنده گفته میشه که انرژیشان را غذایشان را خودشان میسازن تولید میکنن غذایشان را نبات یک نمونه بسیار درست و واضح از تولید کنندگان است میایه و چه شکل غذا را تولید میکنه از طریق هم و آب و مواد غذایی که از خاک جذب میکنه از ریشه جذب میکنه و نوری که از آفتاب میگیره تمام اینها در عملی ترکیب سیایی از طریق کلروفیلی که در نبات وجود داشت تبدیل به یک انرژی یا یک غذا میشه و از همین طریق میتونه غذای خود را به دست بیاره و دال مصرف کنندگان مصرف کنندگان در اصل همون موجودات زنده ای است که انرژی خود را بسازند. نمی نمیتونن خودشان در داخل ساختمان خودشان غذا بسازن آیند از همین تولید کنندگان یا نباتات غذای خود را به دست میارن خب سوال دوم از نگاه محیط زیست اکوسیستم با چند نوع است ما گفتیم که اکوسیستم با کدام انواع بود از نظر محیط زیست اکوسیستم با دو دسته تقسیم میشن کدام دو دسته؟ یک نوع او به اکوسیستم خشکه یاد میشه یعنی شامل همون دشت ها و صحرا ها و, و نوع دوم به اکوسیستم آبی یاد میشد که گفتیم نمونه اکوسیستم آبی چی بود؟ جهیل ها، دریا ها یا همین آب های که میبینیم تمامشان نمونه ای از اکوسیستم آبی هستند خب پس بود در مورد جواب سوال دو ببان. خب سوال سوم گفته که پنج عامل فیزیکی یک اکوسیستم را نام ببرید عوامل فیزیکی کدام عوامل بودن هم عوامل غیر زنده یا تمام چیزهایی که بجز موجودات زنده در یک اکوسیستم وجود دارن خب پسی بود مربوط به سوال دوم سوال سوم در مورد عوامل فیزیکی از ما پرسیدن خب بیایم عوامل فیزیکی که در یک اکوسیستم وجود داره رو با همدیگر نام ببریم کدام عامل بود یک عامل خاک بود که گفتیم یک عامل بسیار مهمی برای رشد نباتات است یک عامل دیگه باد بود که ایرم یاد گرفتیم که در گرد افشانی نباتات بسیار نقش داشت یا آب که میدانیم برای حیات موجودات زنده چقدر مهم و اساسی است پس عامل دیگه آفتاب بود و عامل آخر یا عامل پنجم هوا هست خب پس یه شد پنج عامل فیزیکی که در یک اکوسیستم نقش داره خب سوال بعدی در مورد ای است که گفته یک اکوسیستم ترسیم نمایید و اجزای آن را مشخص کنید خب اشکال مختلف اکوسیستم در داخل کتاب شما نشان داده شده مثلا همین یک محیط خشکی را در نظر بگیرین که در اون انواع مختلف حیوانات در کنار سایر عوامل مثل همین آفتابی که وجود داره مثل باد یا آبی که وجود داره زندگی میکنه این در اصل میای نقش یا شکل یک اکوسیستم رو برای ما واضح میکنه و قسمت بعدی از سوالات فصل در مورد جملات صحیح یا غلط است یا همین سوالات صحیح یا غلط خب سوال ششم حیوانات مصرف کننده غذای خود را میسازند خب این غلط است ما میدانیم همونطور که از نامشان پیداست اینها غذای خود را نمیسازند چون مصرف کننده هستند غذای خود را از سایر موجودات میگیرند پس سوال ششم غلط است هفتم در یک اکوسیستم تجزیه کنندگان در سطح اول قرار دارند خب این هم تا حدودی غلط است چرا چون تجزیه کنندگان در سطح اول قرار ندارن اینها میآیند از تجزیه شده یا هم قسمت های فرسوده و فاسد شده سایر نباتات تغذیه میکنن یا استفاده میکنن هشتم در یک اکوسیستم ارتباط بین فاکتورهای فیزیکی یا غیر زنده و فاکتورهای زنده موجود است. خب این هم درست است. در بین تمام عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی که در یک اکوسیستم وجود در ارتباط بسیار مهم با نزدیک وجود دارد. و سوال نهم اولین حلقه ی هر زنجیره غذایی یک موجودی است که عملی فتوسنتز را انجام می دهد. خب این هم درست است. چرا؟ چون ما گفتیم که در زنجیر غذایی وقتی که تمام موجودات زنده از کنار همدیگر از پهلوی همدیگر تغذیه میکنند در آغاز ما نیاز به یک موجود زنده ای داریم که بتونه خودش غذای خود را بسازه یا هم غذای خود را تشکیل بده وقتی که یک موجود زنده میای از طریق همین عملی ترکیب زیایی یا همون نبات از طریق ترکیب زیایی و نور آفتاب غذا و انرژی خود را بدست دست میاره نیاز است که او در از در همون شاخه اول یا در سطح اول از زنجیر غذایی قرار داشته باشد وقتی که در ساحه اول زنجیر غذایی یک نبات قرار داشته باشه از طریق اون نبات انرژی که در نبات تشکیل میشه حیوان تغذیه میکنه بعد از طریق حیوان حیوانات بزرگتری که گوشتخوار هستن یا حیواناتی که میان این حیوانات کوچکتر را شکار میکنن تغذیه میکنه و بعد از او انسان ها هم میتونن در این زنجیر غذایی قرار بگیرن چون ما میدانیم که ما از گوشت بسیاری از حیوانات یا از شیر بسیاری از حیوانات تغذیه میکنیم پس در اول یک زنجیر غذایی همونطور که در سوال فصل هم گفته در ساحه اول یک نبات وجود داره اول یک نباتی هست که خودش انرژی خود را می سازه بعد از او نبات سایر حیواناتی هست که از او نبات تغذیه می و در این زنجیر غذایی انسان ها هم می وجود داشته باشن پس این در از یک زنجیر غذایی را تشکیل می در زنجیر غذایی گاهی اوقات یک نکته ای که در این فصل بهتر است او را باز هم مرور کنیم ای هست که گاهی اوقات یک تعداد موجودات یا عوامل مزر هم در این زنجیر قرار گیرن که این موضوع در کتاب شما دریف است به شکل یک معلومات اضافی گفته بود آمده برمایی را بیان میکنه که گاهی اوقات ممکن است بعضی از موجودات بسیار بینی که سمی هستند، وقتی در این زنجیر غذایی قرار بگیرن مثلا حیوان از یک نباتی که سمی هست یا یک موجود زنده که سمی هست تغذیه کنه او سم وارد بدنش میشه و ممکن است که باعث مرگ او موجود زنده هم شود. پس گاهی اوقات این انسان ها یا این موجودات زنده ای که در یک زنجیر قضایی قرار می گیرن ممکن است که اون زنجیر قضایی را دوچار مشکل یا آسیب هم بسازن و خب بود درس امروزمان خلاصه فصل و سوالات فصل را با همدیگر کار کردیم تا روز آینده و درس بعدی خدا حافظ و نگهدارتان